خب با سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان، خواستیم همجور که گفتم یه آموزش عملی هم داشته باشیم روی مدل. برای انجام بخیه زدن ما به حداقل به 3 تا وسیله کاربردی نیاز داریم. اولیش خب مسلماً نیدل هولر یا سوزنگیر هستش. نیاز به یک پنسی داریم برای گرفتن بافت و نیاز به یک قیچی برای قیچی زدن قسمت اضافه نخ بخیه. نکته ای که در مورد پنس ما وجود داره، انواع مختلفی داره. انواع مستقیم داره، انواع کروفدار داره، با دندونه و بدون دندونه موجود هستش در بازار. الان چیزی که من اینجا دارم یک پنس بی دندانه هستش. پنس با دندونه هم حتما دیدین، در واقع دنتیت هستش و یک دندونه ای داره که میتونه خیلی راحت تر باف رو بگیره، اما اگر مراقب نباشیم و زیاد فشار بدیم میتونه منجر به ایجاد دهیسنس های باتن هول درون باف باشه و اصطلاحا باف رو کراش و له بکنه. خاطر همین من الان اینجا چیزی که دارم یک پنس بدون دندانه هستش. خب در رابطه با سوزنگیر یک نکته اگه بخوایم بگیم، نحوه گرفتن سوزنگیر هستش بچه‌ها، خیلی مهمه. حالا کسایی که ابتدایی هستن، دانشجویان عزیز، لطفاً سعی کنن از همون اول نحوه گرفتن درست این وسایل رو آموزش ببینن، چون که اگر دیگه عادت بشه و ملکه ذهنشون بشه به صورت اشتباه خدای نکرده، واقعاً سخته که بخوایم عادت رو تغییر بدن. نحوه گرفتن سوزنگیر بچه همجور که میبینید دوتا لوپ داره. یه لوپ محل قرار گرفتن شست ما هستش و لوپ دیگه محل قرار گرفتن انگشت حلقه ما هستش. برخی ها دیدیم مثلا اینجوری میگیرن، میدل فینگرشون رو میذارن اینجا. این هم من دیدم استفاده میشه، اما خب درست‌تر و چیزی که در کتاب و رفرنس ما هستش و منجر میشه که کلن هندلینگ شما و منیپولیشنتون بهتر باشه، اینه که انگشت حلقتون رو درون این لوپ قرار بدین. وقتی که شما این کار رو بکنین، انگشت میدل فینگر شما در این قسمت قرار میگیره و انگشت اشارتون میتونه نوک رو خیلی راحت هدایت و گاید بکنه برای شما. پس دوباره میگم، انگشت شستتون درون یک لوپ و انگشت حلقتون درون لوپ دیگه قرار میگیره. اینجا در رابطه با تمامی سوزنگیرها همجور که میبینی سه تا دندونه داره که وقتی ما فشار میدیم این رو داخل میره و با فشار خیلی مختصر و راحت این دوتا از یکدیگر جدا و باز میشن. همجا که میبینید صدایی میده و خیلی راحت اینا باز میشن. خب میخوام الان بخیه زدن رو شروع بکنیم. توضیحات تئوریش رو کامل دادم. چیزی که میخوام از اینجا استفاده کنم، نخ بخیه سیلک هستش، تنها به این خاطر که سیاه رنگ هستش و کنتراست بهتری با این رنگ پس زمینه ما میده. فقط قبل از اینکه شروع بکنم اینها رو هم باز بکنم که شما ببینید، چون همجور که بهتون قولش رو دادم بچه ها چی بود؟ نخ بخیه ویکری بود. همجور که گفتم اینا چند تا پک داره بچه ها. این پک رویش غیر استریل هستش، یعنی فرض کنین اینجا یک محیط جراحی هستش، استریل هستش. شما باید به دستیارتون بگین که این پک رو باز بکنه و شما با دستکش استریلتون این پک رو بگیرین. یعنی این پکی که این پک دومی که داخل این هستش، این استریل هستش. یعنی دست دستیار شما در صورتی که دستکش استریل دستش نیست نباید به این بخوره. پس این رو باز میکنه، میندازه داخل ستتون یا شما با دستکش استریل این رو میگیرین. این الان دیگه استریله. حالا فرض میکنیم که دست من هم استریل هستش. نایلون هم همینطور. اینجا پس این رویه استریل نیست، این رو دستیار شما میتونه باز بکنه. این قسمت داخل استریل هستش، یا میندازه تو ست شما مثل اینجوری، یا اینکه شما خودتون با دستکش استریل این رو میگیرید. حالا برای باز کردنش، باز دوباره این رو باز میکنیم و باز دوباره یک پک داخل این هستش، در واقع پک سوم هستش. این هم مسلما استریل هستش. این رو بچه‌ها وقتی که شما باز میکنین توی حالا نخای بخیه خارجی و نخای مرغوب‌تر، معمولاً سوزن در این کنار هست و مشخص هستش. حالا این الان اینجا همچین حالتی نداره. اگر ما بخوایم اینو در بیاریم، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره بچه‌ها، اینه که شما وقتی اینو باز می‌کنین کل این قسمت رو نگیریم بیاریم بیرون و با دستتون سعی بکنین اینو باز بکنین، چون میتونه منجر به گره خوردن این داستان بشه. شما این پک رو باز می‌کنین، سوزن رو با سوزنگیری یا هولرتون می‌گیرین. حالا من ببخشید با دستم این کارو میکنم و آروم سعی میکنین که این رو بکشین و از محیط خارج بکنین. حالا این نخ بخیه نایلونی که اگه یادتون باشه بهتون گفتم خاصیت الاستیسیته بسیار بالایی داره و حافظه الاستیک بالایی داره. میبینید بچه‌ها وقتی من ولش میکنم دوباره چی میخوره؟ روی هم میخوابه. و حالا چون که 5-0 هست و آبی هست خیلی سخت دیده میشه. من اینو میذارم کنار. حالا نخ بخیه ویکری رو اگه بخوام باز بکنم براتون، همجور که عرض کردم این داخل استریل هستش، شما این رو باز میکنی، سوزن مثلا اینجا مشخص هستش، رو با سوزنگیرتون میگیرین و این رو میکشین بیرون. با این کار مسلما نخ بخیه شما هم گره نخواهد خورد. همجور که میبینید نخ بخیه همجور که عرض کردم قابل جذب هستش، رنگش بنفش هست، بریدت هستش و مولتی فیلامان هست.
این هم گفتیم نرخ بفیه قابل جذبی هستش که میشه استفاده کرد در محیط درون، اما حتما بعد از یک مدت باید کشیده بشه. اما حالا نخ بخیه که اینجا میخوایم استفاده بکنیم، این نخ بخیه هستش، عرض کردم به علت کنتراست خوبی که داره از نخ بخیه سیلک من میخوام استفاده کنم. باز همین رو باز میکنیم، بلیستر داخلش رو ور میداریم که این استریل هست درون ست، این رو باز میکنیم، سوزن اینجا هستش، با سوزن گیر میگیریمش و آرام میکشیم بیرون که نخ بخیه شما گره نخوره. خب این یک نخ بخیه سیلک 3-0 است بچه‌ها، که همونجوری که عرض کردم سایز شایع‌ترین سایز مورد استفاده در محیط دهان هستش. سوزنگی رو همونجوری که گفتم میگیریم به این صورت. نکته‌ای که وجود داره در رابطه با گرفتن سوزن توسط سوزنگیر، شما نها کنین بچه‌ها، یک قسمتی داره که این نخ متصل میشه به سوزن، هیچ وقت این ناحیه رو نباید بگیرین. چرا؟ چون که چند بار از بافت ردش بکنین به علت فشاری که اینجا وارد میشه سوزن شما میشکنه و از نخ بخیه‌تون جدا میشه. پس بعد 2-3 میلیمتر فاصله بدین و از این قسمت نخ بخیه‌تون رو بگیرید. از اینجا هم نمیگیرید، یعنی اون ته. خب هندلینگت خیلی سخت میشه مسلما. با نوک نیدل هولر یا سوزنگیرتون و 2-3 میلیمتر فاصله از محل اتصال سوزن به نخ بخیه این ناحیه رو میگیرید. الان آماده به انجام کار هستش. و این نکته‌ای که وجود داره، یکی از اساتید ما همیشه به ما میگه و همیشه تو ذهن من باقی مونده، فکر کنید که انگار قاشق و چنگال دستتونه، یعنی هیچ وقت بدون پنس بخیه نزنید، یعنی یه دست شما آزاد نباشه. سعی بکنید حالا مثلا به دستیارتون بگین که واسه شما ریترک بکنه، باف رو کنار بزنه، یک دست شما پنس باشه، یک دست شما سوزنگیر، و به صورت قاشق و چنگال شروع کنی به بخیه زدن. هم خیلی سیفتر هستش، سوزن جایی وارد نمیشه وارد دست شما خدای نکرده، و هم خیلی کار تمیزتر و قشنگتر در میادش. خب قبل از اینکه شروع بکنیم و انواع بخیه‌ها رو بگیم، یه دوتا نکته رو من قبلش بگم که در رابطه با همه انواع بخیه‌ها باید ما حتما توجه کنیم بهش. نکته ای که هستش اینه که بچه‌ها نوک سوزن شما باید عمود به بافت وارد بشه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری با زاویه دار واردش نکنیم، بس سعی کنیم که نوک سوزن عمود به بافت وارد بشه و بعد بچرخونیمش. حالا شاید که شما بگین آقا خب کار سختیه، من باید اینو خیلی بچرخونم. خب پنس برای همینه دیگه. شما میتونید لبه باف رو بگیرید، یکم بکشیدش بالا. حالا این بافت دهان نیست، اون رزیلینسی و ارتجاع رو نداره این مدل ما. میتونید با پنس لبه باف رو بگیرید، بکشیدش بالا، زاویه 90 درجه ایجاد بکنید با سوزنتون و این رو از درون بافت رد بکنید. همونجوری که میبینید. یه نکته دیگری که وجود داره و خیلی مهم هستش، یه چیزی داریم بچه ما توی بخیه زدن به اسم بایت سایز. یعنی چی؟ یعنی فاصله ورود سوزن شما تا لبه برش شما با فاصله خروج سوزن شما از لبه برش شما باید ترجیحاً با یکدیگر برابر باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من اینجا 2-3 میلیمتر فاصله دادم از لبه زخم وارد شدم، وقتی که دوباره میخوام از لبه زخم خارج بشم هم باید 2-3 میلیمتر فاصله بدم، نه بیشتر نه کمتر. من اینو بکشم حالا اینجا خورده همچین حالتی، همجور که میبینید تقریبا این دوتا فاصله با یکدیگر برابر هستش. اگه این دوتا فاصله با هم برابر نباشه چه مشکلی ایجاد میکنه بچه ها؟ شما وقتی که گره میزنید، حالا اینجا عرض کردم چون این سفته زیاد نشون داده نمیشه وگرنه من بهتون دمو میدادم، تو بافت دهان که خیلی نرم و ارتجاعیه، وقتی که بایت سایز های شما با هم مساوی نباشه منجر به فولدینگ میشه، یعنی اون ناحیه چیم میخوره، یه اوورلپ میکنه لبه های زخم روی یکدیگر، لبه ها خوب کنار یکدیگر فیت نمیشه، در نتیجه منجر به ترمیم در اختلال ما میشه. خب این مسئله واسه ما جراحی فک و صورت و جراحی پلاستیک که روی پوست مثلا سوتورینگ رو انجام میدیم واسه خیلی مهمتره. اونجا حتما باید فاصله ها یکسان باشه و بایت و اصطلاحا دپس بایت ما هم با یکدیگر برابر باشه، یعنی عمق بایتی رو هم که میگیریم باید با یکدیگر برابر باشه، چون روی پوست صورت خیلی نمود بیشتری داره و اسکار رو بیشتر میکنه. تو محیط دهان کمتر های اهمیت هست، اما بالاخره بهتره که این امر حتما انجام بشه و مورد توجه قرار بگیره.